جسد تیرباران شده چهار زن جوان بعد از ظهر چهارشنبه 27 اکتبر در حومه شهر مزار شریف پیدا شد. خبرگزاری ایندیپندنت به نقل از یک منبع آگاه در مزار شریف اعلام کرد در پی ناپدید شدن چهار زن جوان، خانواده های آنان پس از ساعت ها جستجو، اجساد آنان را که تیرباران شده بودند، در گودالی در حومه شهرک خالد ابن ولی در جنوب مزار شریف پیدا کردند. یکی از این قربانیان فروزان صافی زنی سی ساله است او در فعالیت های مدنی و دادخواهی, ها و دادخواهی, برای زنان نقش فعال داشت و در یکی از دانشگاه های خصوصی در مزار شریف تدریس می کرد محمد صابر باتور نامزد خانم صافی که پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان به ایران گریخته گفت همسرم فروزان صافی و سه تن از دخترانی که از فعالان مدنی در مزار شریف بودند به طور مشکوک تیرباران شدند هیچ کس پاسخوی این جنایت نیست و هیچ نهادی صدای ما را نمی شنود. به گفته فعالان مدنی افغانستان این یک شیوه تازه طالبان برای بازداشت و سپس سربنیس کردن فعالان زن و مدنی می باشد و سپس مسئولیت را به گردن داعش می اندازند. از زمان روی کار آمدن طالبان تا کنون بانوان افغان بارها و بارها برای دفاع از حقوق مختلف خود دست به تجمع مسالمت ها می زده که هر بار توسط سنی های تون رو مورد حمله قرار گرفتند.